سلام خوش اومدید به کلاس درس فرض بکنید که من یک سیب قرمز رو مثلا این سیب رو از بالای زمین رها بکنم پس این هم سطح زمین چه اتفاقی میافته؟ من فکر میکنم همه شما و حتی همه انسان ها در طول تاریخ جواب این سال رو میتونن به راحتی به شما بدن و بگن که سیب به طرف زمین سقوط میکنه اما اگه من بیام و به جای این سال بپرسم که به من بگید چرا این اتفاق میافته یعنی چرا سیب به سمت زمین سقوط میکنه اون وقت جواب شما چی هست ممکنه شما الان جواب نسبتا درستی به این سوال بدید و بگید که نیروی گرانش اینجا وجود داره اما این جواب نسبتا ساده و بدیهی برای شما جوابیه که شما از نعمت آقای نیوتن استفاده کردید و به این سوال جواب دادید پیش از آقای نیوتن انسان ها این جواب رو به این سوال نداشتن انسان های بسیار کمی بودن که اصلا به این سوال فکر کرده بودن و همه فقط میدیدن که خب سیب سقوط کرد یا قطرات باران خب دارن از آسمون میان به سمت زمین و دیگه سوال چرا رو اصلا از خودشون نمیپرسیدن اما آقای نیوتن آدمی بود که این سوال رو از خودش پرسید و خب اون داستان معروفی که سیب خورد توی سرش احتمالا درست نیست اما سمبل خوبیه یعنی داره میگه که آقای نیوتن به پدیده های اطرافش متفاوت فکر کرد و از خودش پرسید که چرا داره این اتفاق میفته و جوابی که به این سوال داد چیزی نبود جز نیروی گرانش که الان با هم خواهیم دید که چقدر پدیده عجیبی هست ادعایی که آقای نیوتن در مورد نیروی گرانش داشت و علت عجیب بودنش اینه که آقای نیوتن گفت که فرض بکنید من یک جرم اینجا دارم یک جرم M1 مثلا یک جرم اینجا دارم مثلا این میتونه M1 میتونید شما باشید M2 میتونه دوستتون باشه بعد یک جرم M3 اینجا داریم این میتونه مثلا خونتون باشه که یک جرم داره یک جرم M4 هم اینجا داریم و همینطور هر چقدر شما دوست دارید جرم اینجا قرار بدید آقای نیوتن ادعا کرد که این جرم ها دو به دو یعنی فرض بکنید اصلا سه و چهاری وجود نداره یک و دو دارن به همدیگر رو جذب میکنند و بینشون یک نیروی جاذبه یا نیروی گرانش وجود داره بنابراین یک نیرویی داره از طرف M2 M1 رو جذب میکنه و یک نیروی هم داره از طرف M1 M2 رو جذب میکنه که حالا خواهیم دید طبق قانون سوم نیوتن این دو تا نیرو دقیقاً با هم برابر و در جهت مخالف هستن به همین ترتیب مثلا بین M1 و M4 آقای نیوتن ادعا کرد یک نیروی گرانشی وجود داره و به همین ترتیب بین M2 و M3 و همه اینها دارن همدیگر رو جذب میکنن این اگر براتون عجیب نیست بیاید اینجوری فکر بکنید الان شما به عنوان یک جرم یعنی اون بدن شما که جرم داره داره تمامی جرم های موجود در جهان رو به طرف خودش جذب میکنه مستقل از اینکه در چه کشوری در چه شهری در چه سیاره ای در چه ستاره ای و در چه کهکشانی شما باشید شما الان دارید همه جرم های موجود در جهان رو به طرف خودتون با نیروی F جذب میکنید پس اینجا یک نیروی F وجود داره که مثلا من اسمش رو میذارم f 2 یعنی نیرویی که دو به یک وارد میکنه و به همین ترتیب شما الان دارید بی نهایت نیرو و اجرام دیگه در جهان وارد میکنید و از اون جالب همه جرم‌های های موجود در جهان دارن شما رو الان جذب میکنن یعنی داره به شما تعداد بسیار 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 نزدیک به بینهایت البته بینهایت عدد نیست اما خیلی زیاد نیرو وارد میشه و همه اونها هم نیروی جاذبه است یعنی دارن شما رو به طرف خودشون جذب میکنن و میبینید که این اصلا پدیده بدیهی نیست یعنی اون مفهومی که ما از گرانش میشناسیم بین ما و زمین بین همه اجرام موجود در جهان وجود داره و این خیلی دیگه عجیب و پیچیده است حتما کمی بهش فکر بکنید و بعد آقای نیوتن گفت خب من میتونم با آزمایش بیام اندازه اینجا این نیرو و رابطهش رو با M1, M2 و فاصله این دوتا به دست بیارم بعد اومد فاصله پس این دوتا رو مثلا اسمش رو گذاشت R پس بذارید فرض بکنیم که این فاصله هست R و بعد ادعا کرد که نیرویی که بین این دو جرم وجود داره مستقل از اینکه بینشون چی هست و مستقل از همه اجرام دیگه موجود در جهان یعنی F21 مستقل از اینکه چه اتفاقی در بقیه جاهای جه جهان داره میفته برابر هست با یک ثابتی حالا میگم اون ثابت چی هست یک ثابتی ضرب داره M1 ضرب داره M2 تقسیم بر فاصله به توان دو یعنی اگر من فاصله دو جرم رو زیاد کنم به نسبت یک به فاصله به توان دو این نیرو کم میشه و اگر جرم ها رو زیاد کنم دقیقا به نسبت افزایش جرم این نیرو زیاد میشه یعنی اگر M1 رو دو برابر کنم نیرو دو برابر میشه اگر هم M1 و هم M2 رو دو برابر کنم نیرو چهار برابر میشه این رابطه اسمش هست رابطه جهانی در حقیقت رابطه نیروی جهانی گرانش آقای نیوتون آقاش رو من اضافه کردم دیگه البته فکر کنم اسمش رو یه مقداری بیدقتی کردم اسمش تا اونجایی که الان یادم اومد بود Love Universal Gravitation یعنی قانون جهانی گرانش آره این اسم این ترجمه بهتری است برای Love Universal Gravitation یا نیوتونز Love Universal Gravitation خب این رابطه ای بود که آقای نیوتون کشف کرد و ادعا کرد که همه جرم های موجود در جهان دو به دو دارن همدیگر رو با این نیرو جذب میکنن که ادعای بسیار بسیار بزرگیه مثلا الان یک سوال میتونه در ذهن شما پدید بیاد و اون اینه که اگر من مثلا فرض کنید این من باشم و دوستم که این هم مثلا دوست من باشه هر دو جرم داریم و داریم همدیگر رو جذب میکنیم چرا من به طرف دوستم پرتاب نمیشم چرا من شتاب نمیگیرم چون طبق قانون دوم نیوتون اگر به من, من نیرو وارد بشه من باید شتاب بگیرم و این قانون نیوتون داره این ادعا رو به من میکنه قانون جهانی گرانش نیوتون و علت این که این اتفاق نمیفته در جهان واقعی که ما میبینیم اینه که این ج یا ثابت جهانی گرانش پس اسم این هست ثابت جهانی گرانش خیلی 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 کوچیکه در حقیقت اینجا برابر هست با 6 ممیز 67 زب داره 10 به توان منفی 11 و برای اینکه واحد های دو طرف برابر بشه واحد ج چاره ای نداره جز اینکه باشه نیوتون متر به توان دو تقسیم بر کیلو گرم به توان دو این فقط برای برابر کردن واحد های دو طرف هست که این پدیده واحد ساخته شده و چون این عدد خیلی خیلی کوچیکه حالا اگر فرض کنید جسم، جرم شما مثلا باشه 100 کیلو جرم دوستتون هم باشه 100 کیلوگرم و در فاصله یک متری هم بیستید این این عبارت میشه 10 به توان چهار این میشه یک و ضبط در این وقتی که میشه نیرویی که شما دارید به هم وارد میکنید از مرتبه 6 ممیز 67 در ده به توان منفی 7 که این به هیچ وجه نمیتونه بر نیروی استقاک بین شما و زمین غلبه بکنه و خیلی نیروهای دیگه که حالا راجع بهشون به زودی صحبت میکنیم بنابراین این طور نیست که شما به هم نیروی گرانش وارد نکنید بلکه اینطوری که این نیرو بسیار بسیار کوچیکه و شما اصلا نمیتونه اون نیرو شما رو بهتون شتاب بده خب حالا بیاید به این نکته دقت بکنید که الان جرم دو داره جرم یک من رو با نیروی F21 میکشه که از این رابطه به دست میاد از طرف دیگه جرم یک داره جرم دو من رو با, رابطه با نیروی F12 میکشه که من میتونم رابطه F12 رو هم بنویسم اما نیازی به این کار ندارم برای به دست آوردن f چرا چون من میدونم طبق قانون سوم نیوتون وقتی که M1 داره به M2 یا M2 به M1 داره یک نیرو وارد میکنه. M1 هم به M2 دقیقا همون نیرو رو در همون راستا و در جهت مخالف وارد میکنه و بنابراین این دو نیرو همواره با هم برابرن پس یادتون باشه که وقتی من دو جرم دارم که دارن به هم دیگه نیروی گرانش وارد میکنن این دو نیروی گرانش همیشه با هم برابره و حتی و حتی اگر یکی از اون دو جرم من کره زمین باشه پس فرض بکنید این کره زمین هست و اون یکی جرم مثلا من باشم که اینجا روی زمین ایستادم نیرویی که زمین داره به من وارد میکنه با نیرویی که من به زمین وارد میکنم با هم برابره خب یعنی اینکه جرم من خیلی کمتر از جرم زمین هست ربطی نداره بعد این نیرو این دو نیرو با هم برابر خواهند بود در ویدئوی بعد در مورد میدان گرانشی زمین بیشتر با هم صحبت میکنیم مسئله بعدی اینه که این قانون جهانی گرانش آقای نیوتون در زمان خودش و حتی تا الانی که ما من دارم در این ویدیو با شما صحبت میکنم خیلی از پدیده ها رو توصیف میکنه حرکت سیاره ها رو خیلی هاش رو خیلی از فعالیت های مهندسی بخش بزرگی از هواپیما ها ها و غیره دارن با همچین قانونی پیش میرن و آقای نیوتون کاملا داشت کارش درست پیش میرفت تا پیش از اینکه یکی دو نفر آدم یعنی این آقایون انیشتنگ و شرودینگر و البته هایزنبرگ و غیره که من عکساشون رو نیارم بیان و کاس کوزه آقای نیوتن رو کمی پشکونن اما اینها با تئوری نسبیت و کوانتوم هم هنوز به این راحتی نتونستن بگن که قانون آقای نیوتن تقریب خیلی خوبی برای نیروی گرانش در بسیاری از زمینه ها و در حقیقت بسیاری از پدیده ها نیست و بنابراین ما مجبوریم عکس آقای نیوتن رو اینجا نگه داریم و از آقای نیوتن تقدیر بکنیم به خاطر توصیفات علمی بی‌نظیری که برای جهان ما ارائه کرد و بدون شک آقای نیوتن یکی از سه دانشمند برتر تاریخ حساب میشه در ویدئوی بعد ادامه خواهیم داد فعلا خداحافظ